بحث جنگ ارزها و سایر اتفاقاتی که بین آمریکا و چین داره میفته و کلا در دنیای اقتصاد و دنیای سیاست داره میفته این روزها داغ هستش و امروز بخوام یه کمی در این مورد صحبت کنم واقعیتش بیشتر میخوام که در مورد این کتاب باتون با صحبت کنم کتاب Principles for Changing World Order آخرین کتاب آقای ریدلیو هستش که سال 2021 انتهای سال 2021 به پایان رسید نسبتا یکی دو سال پیش و خیلی صحبت کرده در مورد بالا و پایین هایی که امپراتوری ها و کشورهای بزرگ در طول تاریخ طی کردن و تاریخ رو بررسی کرد و در انتها به آینده و امروز رسیده کل کتاب طبیعتاً چیزی نیست که بتونیم تو یک روز با هم صحبت کنیم کتاب نسبتاً کاتکولوفتی هستش و خیلی وقت هم هست که می‌خوام راجع صحبت کنم بیش از یک سالی که میخوام ویدیوهای در موردش بسازم اما به خاطر اینکه خب برحال سطح کتاب یک کمی متفاوت هست که این بالاتر از سطح محتوایی که معمولاً اینجا با هم صحبت میکنیم خیلی سراغش نرفتم اما اتفاقاتی که این چند روز اخیر افتاده یه جورایی مجاب کرده من رو که حتما شده در حد یک ویدیو بسیار کوتاه در مورد صحبت کنیم و این رو به عنوان یک مقدمه ای ببینید از صحبت هایی که در چند وقت آینده در ویدیوهای مرتبط با این موضوع خواهیم کرد در مورد این کتاب پس بریم و برگردیم و بپردازیم به دنیای در حال تغییر خب دوستان خیلی خوش اومدین علت اینکه این سری ویدیوها رو شروع کردم این خبر و البته مجموعی از این دست خبرها بوده که داریم این روزها میبینیم و میبینیم که خیلی از کشورها شروع کردن به جدا کردن و حداقل کم کردن وابستگی خودشون به دلار آمریکا بحث دلار آمریکا خب یکی از ده ده اصلی دلایلی بود که تونست آمریکا رو تبدیل به یک ابرقدرت بکنه توی 100 سال اخیر و کم شدن قدرت دلار آمریکا طبیعتا تغییر خواهد داد قدرت رو به اول قدرت های دیگر و کسی که بتونه ارزش قدرت منترین باشه این اتفاق اولین بار نیست در دنیا افتاده این اتفاق شاید چندین بار در تاریخی که میشناسیم تاریخ نوشته شده ای که داریم شاید چندین بار تا حالا اتفاق افتاده برای چین که بیشترین تاریخ نوشته شده رو ازش میشناسیم تا خودشین چندین بار این سایکل قدرت رو طی کرده الان میریم با هم میبینیم و کشورهای دیگه هم قدرت جهانی هم بسیار جابجا جا شده از هلند داشتیم انگلیس آمریکا اینا همه قدرت ها بینشون جابجا جا شده کتاب پرینسیپلز ریدالیو اسم کتاب اولا بگم با کتاب با خود کتاب پرینسیپلز اشتباه نگیریم ریدالیو کتاب داره به نام پرینسیپلز یا اصول که مباحث بیزینسی رو بررسی میکنه توش داستان چیز دیگه ایه. اما این کتاب Principles for Dealing with Changing World Order هستش راهکارهای اصول برخورد کردن با دنیای در حال تغییر قدرت دنیای در حال تغییر Changing World Order خیلی در مورد ترجمه کتاب پرسیدم من ترجمهش رو ندیدم و چون کتاب تازه هست ممکنه که کمتر باشه اما اگه کسی هست که کار ترجمه میکنه دوستان این کار رو این ترجمه رو انجام بدیم من میتونم کمکتون کنم مطمئنم که میتونه برای خیلی ها جالب باشه و مخصوصا در سالهای آینده میتونیم که خیلی بیشتر از نتایج این کتاب ببینیم بسیار عالی کتاب رو به شکل صوتی هم میتونید از آدیبل گوش بکنید من پی دی افی که میخوام از روش بررسی بکنم این صحبت ها رو و خلاص این ویدیو رو با هم ببریم جلو پی دی افی هستش که به همراه کتاب صوتی ارائه میشه طبیعتا همه محتوا داخلش نیست بخش از محتوا داخلش هست ولی عکس هایی داره و نمودار هایی داره که میخوایم از روی اون صحبت کنیم و بریم پایین خیلی جالبه اگر که حوصله ندارین کتاب رو بخونین که من اکیدا پیشنهاد میکنم حتما بشینین کل کتاب رو بخونید اگر که حوصله ندارین کل کتاب رو بخونید توی چنل خود آقای رید لینکش رو میذارم براتون توی چنل یوتیوبشون یه ویدیو 45 دقیقه خلاصه خیلی خیلی سطحی شاید یک واقعا خراشی روی این مسئله انداختن که به حال جالب مطمئنم که جذبتون میکنه و علاقمندتون میکنه که بیاین و خود کتاب رو بخونید خب موضوعات اولیه رو گفتم بریم سراغ نگاه کردن به مسئله اصلی من. خب این همون پی دی افی که قولش رو بهتون داده بودم از چند تا نمودار میخوام شروع کنم میگم همه کتابش رو نمیخوایم بررسی کنیم خیلی از نمودارها رو امروز میپرم و نمودارهای مهم و اصلی رو با هم ببینیم این نمودار نمودار جالبیه کشورهای مختلف رو داریم میبینیم به رنگهای مختلف و مقیاسی از قدرتشون رو اومده با هم مقایسه کرده حالا این قدرت خیلی معانی میتونه داشته باشه و توی کتاب تعریف شده که چطور این اندازه گیری صورت گرفته اما فعلا برای یک لحظه به این تصور کنیم که ما یک معیار تک عددی برای قدرت پیدا کردیم از صفر تا یا از صفر تا یک و در واقع اومدیم نگاه کردیم به امپراتوری های مختلف به کشورهای مختلف در طی 500 سال اخیر و در کنار هم قرار دادیم ببینیم چطور تغییر میکنه اونایی که پررنگ تر هستن اونایی هستن که در یک زمانی در 500 سال اخیر چی بودن ابر قدرت بودن ابر قدرت به عنوان قدرت اول دنیا شناخته می شدن اگه نگاه بکنیم بین سال 1500 تا 1600 میلادی چین بوده بعد جابجا شده با ندرلند و هلند و بعد جابجا شده به انگلیس و از حوالی جنگ جهانی اول دوم و در عواسط اون موقع کم کم منتقل شده به کجا به آمریکا و الان هم چین رو میبینیم که در حال افزایش است خیلی معیارهایی وجود داره سر اینکه چطور بیایم اینها رو اندازه بگیریم و بخش خوبی از کتاب در مورد این موضوع هست و این هم یک نگاه خیلی حالا بزرگتره به جای 500 سال اخیر داریم از سال 600 میلادی به این ور نگاه میکنیم و خب طبیعتا اطلاعات ما یکمی کمی کمتر هست هر چه تر تو تاریخ میریم هزار سال بریم عقب خیلی اطلاعاتمون کمتر هست اما برای چین به طور خاص این نمودار کماکان وجود داره و همین با نگاه اول اولین چیزی که میشه تشخیص داد یک پترن تکرار شونده است یک الگوی تکرار شونده بالا و پایینه که بعضا 50 سال طول میکشه بعضا 100 سال طول میکشه چیزی بین 50 تا 200 سال چیزی که خود روی دلیو بهش اشاره میکنه و اگر همه این الگوهای تکرار شونده رو بیاریم بذاریم کنار هم هی کاتشون کنیم بیاریم بذاریم کنار هم ببینیم که یک الگوی چی اصطلاحاً شکل میگیره یک سایکل رو میتونیم ببینیم که سایکل یک سه فاز براش تعریف میکنه ریدالیوز فاز رایز فاز, فاز افزایش فاز قدرتمند شدن یک سیستم حالا من نمیگم امپراتوری است کلمه امپراتوری خیلی استفاده کرده اما من بهش میگم سیستم چون واقعیتش اینه که این مسائل قابلیت تعمیم دادن به همه چیز رو داره قابلیت تعمیم دادن به بیزینس شما رو داره قابلیت تعمیم دادن به زندگی شما رو حتی داره پس یک فاز رشد داریم فاز رایز داریم فاز اوج داریم و فاز دیکلاین یا فاز سقوط داریم خیلی مسائل هستش که اینجا مطرح اینکه چقدر در مورد ادویکیشن در مورد آموزش توی کشور چه اتفاقی داره میفته در مورد پول چه اتفاقی میفته در مورد اوضاع سیاسی چه اتفاقی میفته اوضاع جنگی چه اتفاقی میفته و همه اینها قابل بررسی میگم من امروز دارم از روی همه اینها می، میگذرم چون میخوام برسم به یک نمودار بسیار بسیار مهم اینجا اینجا المانهای های مختلف ابعاد مختلف رو این رو بررسی میکنه دوباره از روش میپریم نگران نباشین اگر کتاب میخونین که قطعا با جزیات کامل به اینا میرسین اما اگر هم نمیخونین یک روزی به اینها با جزیات خواهیم رسید اما نموداری که امروز میخوام راجع به صحبت کنم اولیش اینه میگه آقا سه تا یک اینجوری بگم یکی از اصلی ترین عواملی که این سایکل ها و قدرت امپراتوری ها رو تعیین میکنه پوله خب و پول یک سایکلی رو طی میکنه با همتون احتمالا راجع به بیزینس سایکل ها شنیدین که سایکل های خیلی کوتاهی هستند که به عنوان مثال از سال 2008 تا 2020 یک سایکل رو ما پشت سر گذاشتیم سایکلی که اول با در واقع پول سخت آغاز میشه با گرون بودن پول ها آغاز میشه بعد کم کم کم, کم شروع میکنه به آسونتر شدن اوضاع اقتصاد خوب میشه وقتی اوضاع اقتصاد خوب میشه پول آسونتر می گیر میاد به این معنای که نرخ بهره ها راحت تر وام گرفتن راحت تر میشه این وام گرفتن ها منتهی میشه به اینکه وام ها بیش از حد میشه وارد فاز حباب میشیم و از فاز حباب وارد چی میشیم وارد یک شکستن حباب و برگشتن به اول سایکل میشه این به بی میگن بیزینس سایکل که معمولا خیلی سریعتر اتفاق میفته نسبت به سایکل های بزرگتری که ما در دنیا داریم و در دنیا ژئوپلیتیکمون مخصوصا داریم و این سایکلی که حالا ریدلیو داره بهش نگاه میکنه به نوعی همین از همین جنس بیزینس سایکل ها هست ولی در مورد پول میگه که آقا ست سه نوع مختلف پول وجود داره در عمر یک امپراتوری سه نوع مختلف پول وجود داره نوع اول هارد مانی هستش پول سخت که آقا اصلا سکه طلا چیز سختی مطلق اصطلاحا که میگه آقا در این وضعیت کردیت یا قرض یا اعتبار در کمترین مقدار خودش هست چون تنها چیزی که ارزش داره پول فیزیکیه و یک دنیایی رو تصور بکنید که تنها چیزی که ارزش داره تلاس هیچ اعتبار معنایی نداره و این باعث میشه که ماکسیموم کردیبیلیتی رو داشته باشیم مکسیموم اون تایید رو بگم اطمینان رو به پول به نوعی داشته باشیم بعد از این وارد چی میشیم؟ وارد کلیمز آن هارد مانی میشیم بعد از این دنیا میره سراغ جایی که یک سری بانک ها به عنوان مثال میان میگن آقا خب این تلار بدین دست ما نگه دارین و به ما به شما چی میدیم؟ به به شما یک پول کاغذی میدیم مثلا یک آی میدیم بهتون که آقا هر کی این کاغذ رو داره انقدر طلا داره اینجا کم کم به سمت چی پیش میریم به سمت این پیش میریم که پول تبدیل به اعتبار میشه کم کم باعث میشه که چی بشه بتونه اجازه اکسپند شدن وجود داشته اجازه رشد وجود داشته باشه بانک ها کم کم اجازه میتونن پیدا بکنن که شروع کنن پول چاپ کردن بیش از اون ذخیره واقعیشون و فاز سوم نوع سوم پول بحث فیات مانی هستش که پولی هستش که این روزها ما باهاش سرکله می‌زنیم مخصوصا در پنجاه الی هفتاد سال اخیر دیگه مطلقا پولها تبدیل به فیاتمانی شدن در فیاتمانی هیچ مفهومی به نام پشتیبان پول وجود نداره هیچ طلایی وجود نداره که لزوما بخواد پشتیبانی بکنه از این کاغذهایی که داره جابجا میشه در این فاز ما به ماکسیموم کردیت میرسیم همه چیز اعتباره چی پول توی ما داریم میبینیم از جنس اعتبار هستش و هیچ سندیتی من حالا کلمه کردیبیلیتی و خیلی کلمه فارسی خوبی به ذهنم براش نمیرسه متاسفانه اگر پیدا کردین تو کامنت برام بنویسین ولی هیچ اطمینانی دیگه به این پول وجود نداره هیچ پشتیبانی برای این پول وجود نداره و کاملا کردیت هستش کاملا اعتبار هستش که اینها منجر میشه به چی منجر میشه به بازگشت به فاز اول و پول سخت و این سایکلی هستش که واقعیتش همه در واقع امپراتوری ها توی سیکلشون طی میکنن خب اینجا چند تا نمودار دیگر داریم من یه نگاه خیلی سریع هم چیزی هستش که ما در این مورد راجبش صحبت بکنیم یا خیر چون از یه جایی به بعد ریدالیو میره سراغ بررسی کردن امپراتوری های مختلف و مقایسه میکنه با اینکه مقایسه میکنتشون با هم ولی خب سعی میکنه اون, فا... اون شکل تکرار شونده سایکل ها رو حفظ بکنه بسیار خب این نمودار رو هم با هم ببینیم من نمیخوام ویدیو امروز خیلی طولانی بشه حوصلتون سر بره و این نمودار رو با هم ببینیم خب میگه که آقا ما در فاز رشد وقتی قرار این سه فاز رو تقسیم به 18 بخش مینی بخش کرده که لزوما پشت سر هم نمیان ولی خب با یک ترتیب نسبی صورت میگیرن میگه که آقا شروع یک امپراتوری همیشه با چیه با یک لیدرشپ با یک رهبری قویه حالا نه اینکه لزوما یک نفر قدرتمند بلکه حال ممکنه یک تیم قدرتمندی باشه مثالاش رو میتونیم به اول هر امپراتوری نگاه بکنیم میتونیم به ابتدای امپراتوری در واقع سیستم میگم امپراتوری کلمه جالب نباشه میتونیم به آمریکا نگاه کنیم به فاندینگ فادر ها نگاه کنیم میتونیم به چین نگاه کنیم در ابتدای هر یک از سایکل هاش میتونیم به انگلیس نگاه بکنیم در ابتدای سایکلش یک لیدرشپ قوی پس یک رهبری قوی باعث میشه که این سایکل شروع بشه و یه قدرت شروع بکنه به پا گرفتن در مراحل اولیه نیاز به اختراعات هستش نیاز به ابداعات هستش فاز خیلی خوبی هستش از وقتی که آدم میخوادم توی یک کشور یک چیزی رو بسازه ایژوکیشن آموزش قدرت میگیره آموزش بهتر و بهتر میشه فرهنگ شروع میکنه به بهتر شدن در این فاز ریسورس الیکیشن خوب داریم دا امکانات خیلی خوب نسبت داده میشن به نیازهایی که توی جامعه هستن رقابت وجود داره رقابت واقعی وجود داره بین کمپانی های مختلف این نفرات مختلف حتی و این باعث میشه که یک چی رو داشته باشیم یک افزایش در این رو داشته باشیم افزایش در, در درآمد رو داشته باشیم برای افراد جامعه و اینها همه در کنار هم یک بازار قدرتمند رو تشکیل میده اینها همه برای چی همه برای اون فاز رایز برای اون فاز افزایشی هستند که یک کشور یا یک امپراتوری طی میکنه مرحله بعد میرسیم به نقطه تاپ میرسیم به نقطه اوج که دیگه از اون سرعت افزایش کاسته میشه پروداکتیویتی و تولید به نوعی شروع میکنه به سرعتش اولا کم شدن بعد خودش کوچکتر شدن خیلی از چیزها بیش از حد اکستند میشه افراط رو میتونیم ببینیم در خیلی از مسائل اون رقابتی که وجود داشت از بین میره نه هم رقابتی که داخل این سیستم بین اجزای مختلفش وجود داشت و هم رقابتی قوی بودن این کل این سیستم در مقایسه با سیستم های دیگه که در سایر جای دنیا وجود داره و این فاز فازی هستش که ما شروع میکنیم به دیدن گپ طبقاتی به دیدن فاصله طبقاتی ولز گپ اصطلاحا بعد از اون وارد فاز چی میشیم وارد فاز دیکلاین میشیم وارد فاز نزول میشیم که اینجا قرض های بزرگ رو میبینیم دت های خیلی خیلی بزرگ رو میبینیم و میگم اینا محدود به چیزی که الان مثلا داریم در آمریکا میبینیم نیستش اینها بارها و بارها بعد در تاریخ تکرار شده چاپ کردن پول رو میتونیم ببینیم درگیری های داخلی رو میتونیم ببینیم بین حزب سیاسی مختلف از دست دادن استاتوس از دست دادن اون وجهه Reserve کارنسی رو میتونیم ببینیم من کلمه ریزرو کارنسی خیلی کوتاه توضیح بدم الان دلار حداقل تا الان که داریم صحبت میکنیم برگردیم ده سال پیش بیشتر پر رنگ هستش این موضوع دلار یک ریزرو کارنسی هستش کشورها به جای اینکه طلا نگه دارن دلار نگه میدارن و همه چی و اون زخیره رو ذخیره ارزیشون رو سلام با دلار تشکیل میدن و این رو از دست میده یک امپراتوری یک قدرت بزرگ وقتی که داره تو فاز چی قرار میگیره فاز دیکلاین قرار میگیره ضعیف شدن لیدرشپ ضعیف شدن رهبری و در نهایت منجر میشه به چی منجر میشه به جنگ داخلی یا رولوشن و انقلاب و این نکته هم خیلی مهمه که اینها با هم چی ان ها با هم اصطلاحا اینترتوایندن یک سایکل سایکل یکی که داره تموم میشه سایکل یکی که داره تموم میشه اینجا میتونیم ببینی چه اتفاقی میفته سایکل بعدی شروع میشه و موقعی که این دوتا با هم تلاخور پیدا میکنن یکی قدرت رو به یکی دیگه میده اصطلاحا یک نیو ورد اوردر داریم یک قانون جدید جهانی ایجاد میشه و این کلمه یه چنجینگ ورد اوردر که روی خود کتابم هم هست از همینجا اومده و این عکس روش هم از همینجا اومد من چند تا نکته بگم میگم خیلی اولا جزیات هستش که با هم صحبت نکردیم و این حرف منو خیلی کلی نگیرین که همه, همه این صحبت که کردیم امروز قرار اتفاق بیفته خیلی از جزئیاتش هستش که با هم صحبت نکردیم خیلی این پروسه ها زمان بر هستن خب چیزایی نیستن که در یه ماه دو ماه اتفاق بیفتن چیزی نیستش که در یه سال دو سال اتفاق بیفته ممکنه تا ده ها سال هر کدوم از این فازها طول بکشه ممکنه 50 سال یه فاز تاپ طول بکشه و علت این که من و شما کمتر ما انسان ها رو دارم میگم حالا ندوزم من, من و شما علت این که ما انسان ها کمتر همچین چیزی رو حس میکنیم اینه که ما عمرمون قد نمیده به اینکه حتی یک سایکل کامل رو ببینیم مثال میزنم براتون کسی که در دوران جنگ های جهانی زندگی کرده خیلی دنیا رو جای خطرناکی میبینه و نوع رفتارش رفتار حالا چه اقتصادیش چه سیاسیش هم این رو نشون میده نوع سرمایه گذاریهاش حتی این رو نشون میده اما کسی که در مثلا دوران منتهی به سال 2008 زندگی کرده یک برداشت دیگه ای از دنیا داره چه دنیای اقتصاد چه دنیای سیاسی داره و ما هیچ وقت این سایکل کامل رو نمیتونیم درک کنیم تنها کاری که از دستمون برمیاد اینه که بتونیم بریم و تاریخ رو مطالعه کنیم و بیایم و سعی بکنیم بفهمیم که چه المانهایی از تاریخ رو قابل اندازه گیری هستن چه المانهایی رو الان میتونیم اندازه بگیریم اینا رو با هم مقایسه بکنیم و سعی کنیم یکمی کمی حس کنیم که کجا این داستانی مثل زندگی من و شما مثل یک مورچه هستش که داره سعی میکنه توی یک خونه خیلی بزرگ راه بره ما شاید هیچ وقت نتونیم بقیه خونه رو ببینیم ولی خب باید سعی بکنیم بتونیم با دیدن گذشته ها با بررسی گذشته ها بتونیم سعی بکنیم بفهمیم کجای این سایکل بزرگ قرار داریم خوشحالم که این صحبت رو با هم آغاز کردیم دوستانم که بیشتر بیشتر به این موضوعات بپردازیم سعی میکنم که باز هم فرصت بذاریم ویدیوهای دیگر اختصاصی در همین مورد سری رو آغاز بکنیم ممنون از اینکه اینجا بودین بهترین ها رو براتون آرزو مندم شما چی فکر میکنین شما چی یاد گرفتین و اگر سوالی دارین همه رو در کامنت برای من بنویسین خواهش میکنم لایک کردم و به اشتراک گذاری ویدیو با دوستانتون فراموش نشه شاید تونستیم دنیا رو تغییر بدیم ممنون از شما تا دیداری بعد خدا نگهدار